میدونستی توی کانادا قیمت خوابگاه دانشجویی گرونتر از کرایه خونه هستش؟ توی این ویدیو با من همراه باشید، میخوام این قضیه رو کامل بهتون توضیح بدم. سلام، بفرستم دانشجوی دکترای دانشگاه مکمستر کانادا. اگر اولین بار یه ویدیو از این کانال میبینید خیلی خوشحال میشم کانال من رو سابسکرایب کنید. من سعی میکنم ویدیوهای هفتگی راجع به مباحث مختلف اپلای بذارم. همچنین پیج اینستاگرام و کانال تلگرام من هم هست، اونجا هم اطلاعات خیلی مفیدی میتونید راجع به اپلای پیدا بکنید. بریم امروز راجع به بحث کرایه کردن خوابگاه و خونه صحبت بکنیم. قبلش اینو بهتون بگم که من هفته پیش خب یه ویدیو ساخته بودم راجع به کرایه خونه دانشجویی، لینکشو این بالا هم میذارم. اونجا کامل توضیح دادم که مثلا برای کرایه کردن خونه چه نکاتی لازمه، یه سری قیمت‌های خونه‌ها رو گفتم و مثلا این سری اطلاعات کلی راجع به انواع اقسام خونه‌ها دادم دیگه. توی اون ویدیو و حالا توی اینستاگرام خیلی‌ها پرسیدن که چرا خوابگاه مثلا نگرفتی یا اوضاع خوابگاه چطوریه، کلا قیمت‌های خوابگاه چطوریه، مقایسه کنیم با خونه. توی این ویدیو می‌خوام یک سری اطلاعات راجع به خوابگاه بدم که کلا شرایطش چطوریه و همچنین خب بحث مهم ما اینجا قیمت هستش دیگه، قیمت خوابگاه دانشجویی چطوری و اصلا میصرف ما بریم خوابگاه بگیریم یا نه خونه بهتره، میصرف مثلا کدومه. و اینکه در آخر به این سوال جواب بدم که چرا همه بچه ها اکثرا میان اینجا خونه میگیرن و خوابگاه نمیگیرن. بریم اول از همه یه سری دانشگاه رو با هم بررسی بکنیم، ببینیم که قیمت خوابگاه دانشجوییشون چطوریه و یا اصلا اول از همه ببینیم خوابگاه دارن یا نه. اول از همه خب با دانشگاه مکمستر، دانشگاه خود من شروع میکنیم. الان صفحه‌ای که اینجا میبینید این دانشگاه مکمستر هستش، بحث graduate studies و حالا بحث accommodation و به هر حال خونه و خوابگاه و اینجور چیزها رو اومده توضیح داده، برای international student ها هم هستش. یه خورده بیاییم پایین تر، اینجا بحث housing رو مطرح کرده، گفته که برای دانشجوهای مثلا graduate دانشگاه مکمستر فعلا خوابگاهی نداره، حالا شاید هم در آینده هنوزم مثلا نخوان ارائه بدن. در اینش مثلا یه دانشگاه هستش که خوابگاه نداره و کلا این نکته رو می‌خواستم با نشون دادن این بگم که اون ذهنیت مثلا دانشگاه ایران رو از سرتون بیرون کنید که مثلا دانشگاه مثلا موظفه که خوابگاه بده به دانشجوها یا مثلا حتما دانشجو از یه جایی میاد مثلا از شهرستان میاد به یه شهرستان دیگه حتما خوابگاه داشته باشه و اینجور موارد. نه، اینجا در واقع همچین قضیه‌ای نیستش. اینجا اینطوریه که دانشگاه خوابگاه نمیده یا مثلا به حال به شما پول میده، شما با اون پول میتونید برید مثلا حالا خونه یا مثلا حالا خوابگاه اینا بگیرید. پس این یه نکته مهمه که اون ذهنیت رو دیگه نداشته باشید. بریم حالا یه سری دانشگاه دیگر نگاه بکنیم. حالا این مکمستر مثلا به صورت نمونه میایم دانشگاه مکگیل، یکی از دانشگاه‌های حالا خیلی خفن کانادا، ببینیم قیمت خونه ها یا خوابگاه های دانشجویی چطوری، حالا مثلا رزیدنس فی مثلا یا حالا آن کمپس هاوسینگ هم میگن بهش. میایم اینجا مثلا حالا اینی که هستش که برای دانشگاه مکگیل، میایم پایین اینجا یه سری قیمت برامون زده که مثلا حالا اینا مثلا ساختمون های خوابگاه های مثلا مختلف دانشگاه هستن دیگه، اپارتمنت استایل رزیدنس مثلا سکونتگاه هایی که شبیه آپارتمان هستن. همینجا یه نگاه ریز به قیمت ها بندازیم، میبینیم که مثلا 1058 دلار، 1101 دلار، 1170 و کلا میبینیم که قیمت ها یه مقدار زیاده و همیشه هم یادتون باشه شما هر بار راجع به مثلا قیمت و هزینه تو کانادا صحبت میشه همیشه حواستون باشه سقف فاندی که شما در ماه میتونید خرج بکنید، اون پولی که در ماه میتونید خرج بکنید یه عددی بین 1200 تا 1400 دلار، حالا بسته به شهر شما، بستگی به هر حال یه سری مثلا شهرهای گرانتای کوچولو دانشگاه بیشتر فاند میدن، ولی در نهایت 1200 تا 1400 دلار پول دارید که میتونید خرج بکنید و اگه بخواید قاعدتا بیشتر خرج بکنید خب کم میارید دیگه. در اینجا ما یه نگاه اینجا میندازیم میبینیم که مثلا این خونه ها مثلا میبینیم که اصلا نشدنیه مثلا 1200 دلار من بابت خونه بخوام بدم. حالا یه سری مثلا هستا، مثلا ببینید آپارتمانی که 8 تا اتاق خواب داشته باشه، یه جوری استودنت اپارتمنت میشه دیگه که 739 تا هستش و قاعدتا بیرون برید توی سایت ها بگردید از این ارزونتر پیدا میکنید. حالا این یه نمونهش مثلا اینجا هستش. من الان خودم خونه ای که کرایه کردم ماهی 700 دلار، دو ماه دیگه در واقع میخوام برم اونجا، ماهی 700 دلار قرار بدم. و حالا مثلا اینجا انواع اقسام سکونتگاه رو لیست کرده دیگه و حالا اینا هم که حالا ارزون هستن هم فکر نکنید که همینطوری آماده هستن مثلا برای شما، خیلی رقابت بالاست و اکثرا هم شاید پر باشن. در نتیجه خیلی مثلا به خوابگاه نمیشه اینجا
حساب باز کرد، میدونی چی میگم؟ حالا مثلا بیام یه دانشگاه دیگه، اینجا دانشگاه تورنتو، گراد هاوس یونیورسیتی آف تورنتو، اینم بیام یه نگاه با هم بندازیم ببینیم که اصلا کلا مثلا رگولار سینگل بدروم، یک اتاق مثلا تک خواب دیگه، به این صورت یه اتاق مثلا $1,200 هستش، یا مثلا دابل بدروم $920 نفری هستش، و حالا پرمیوم که بخواد باشه مثلا 1344 تا. خب اینا مثلا نشدنیه دیگه، با فاند دانشجویی نمیشه. حالا شاید سوال براتون پیش بیاد که اینا برای کیا هستن، این مثلا این اتاقا رو برای کیا میذارن؟ برای دو دسته آدما میذارن. اول از همه خب دانشجوهای کانادایی که مثلا از یه مثلا شهر دیگه اومدن اونجا و حالا به هر دلیل نمیخوان خونه بگیرن، ترجیح میدن تو کمپس دانشگاه باشن، و اینکه خب مثلا یه سری کشورها هم هستن که دانشجوهای خارجی که میان پایتان پول بیشتری دارن دیگه، و حالا مثلا توانایی مالی بیشتری دارن، پواید پولشون شاید مثلا ضعیف نباشه، مثل کشورهای عربی مثلا خصوصا. به هر حال اونا میتونن بیان از اینها استفاده بکنن، ولی برای ما ایرانی ها چون که خب به هر حال یه خورده مشکل ارز داریم، این آپشن ها نشدنیه دیگه، نمیشه مثلا رو خوابگاه اومد $1,200، شما کل پولتون $1,200 شاید ماهی باشه، نمیتونید بابت خونه بدید، در اینچه آپشن های ارزون تر باید پیدا بکنید. یا داره با خودتون بگین که این دانشگاه مثلا تورنتو دانشگاه گرونیه، شهر تورنتو شهر گرونیه، میایم اینجا شهر آلبرتا، یونیورسیتی آف آلبرتا. خب به هر حال اون شهرهای شمالی کانادا چون که یه خورده سرد سیر هستند و مثلا یه خورده خب قیمتا ارزون تره دیگه، به هر حال بیشتر این ایالت های جنوبی، استان های جنوبی که آب و هواش بهتره مثلا طرفدار بیشتری داره، گرون تره، تورنتو مثلا، ونکوور یا همین مونترال هم حالا تا حدی میتونم بگم قیمت هاش مثلا یه خورده گرون هستش، ولی حالا مثلا آلبرتا خب به نسبت ارزون تره دیگه، قیمتا کلا ارزون تره. اینجا گریجویت رزیدنس هم بریم ببینیم قیمتاشو با هم. اینجا فقط یه دونه مثلا تو بدروم، یعنی یه خونه یه حالا دو خواب مثلا داره و ماهی $1,064 به ازای هر نفر هستش، یعنی توی یه خونه دو تا اتاق خواب داره و دو نفر آدم، هر نفر 1064 تا باید بدن که باز هم عدد زیادی هستش. من همین خونه اینجا 790 تا دارم میدم، خونه جدیدم رو 700 تایی دارم میدم و حتی تلاش کردم که کرایه خونه رو کمتر کنم و حالا مثلا $90 کمتر شده. و خب این رو شما ببینید دیگه، اینجا مثلا با توجه به اون 1200 تا 1400 تایی که معمولا مثلا برای خرج داریم نمیشه انجام داد. حالا بریم یه سری امکانات خوابگاه رو با هم ببینیم. یه ویدئویی هستش از دانشگاه تورنتو، من تو سایتشون پیدا کردم، ببینیم مثلا این خوابگاه چه شکلی هستن، اینقدر گرون هستن، مثلا چیا دارن. خب این ویدئو توی همین سایت دانشگاه تورنتو هستش، من یه سری قسمت‌ها رو خیلی سریع بهتون نشون بدم مثلا، و حالا یه خورده صدا رو هم کم میکنم که اینجا چیز نشه. خب ببینیم مثلا یه سری حالا امکانات رو بخوام بهتون نشون بدم. ببینیم مثلا وارد اتاق که میشید، خب به هر حال ببینید یه اتاق هستش دیگه، همه چیش تقریبا کامله. حالا این حالا میگم ببینید شما، بعدش یه مقایسه میخوام با خوابگاه ایران انجام بدم. ببینیم مثلا تخت و اینجور چیزا، و این مثلا یه نمونه ویدئویی هستش که مثلا دانشگاه تورنتو گذاشته دیگه، حالا یه سری استودنت سنتر و یه سری مثلا لاونج، اصطلاحا اتاق مثلا غذاخوری و داینینگ روم و کانفرنس روم و اینا هم دارن. همونطور که دیدید امکانات خوابگاه ها زیاده و خب طبیعتا هزینه شون هم میره بالا دیگه. شما وقتی که خونه میگیرید غالبا یه سری از این امکانات رو ندارید، مثلا امکان داره خونه تون حالا آنفرنیشت باشه، وسته نداشته باشه، مثلا این خونه که من در آینده میخوام برم، و خب یه مقداری خب مثلا از نظر وسیله شاید در اوایل مثلا کمبود داشته باشید که خب به تدریج میشه خرید این وسایل رو، ولی خب مثلا خوابگاه بودن این مزایا رو هم داره دیگه، به هر حال دانشجوها کنار شما هستن، تقریبا میشه گفت امکاناتش کامله و مثلا سیکیوریتی امنیت بالایی داره و به هر حال یه محیط جالبی هستش، ولی خب به شرطی که بتونید اون هزینه ها رو بدید. حالا چرا خوابگاه گرونتر از خونه میشه؟ به همون دلیلی که مشخصه دیگه، امکاناتش زیاده و تو خونه هم چیزایی نیستش. و خب حالا مثلا این مقایسه هم با خوابگاه ایران داشته باشین دیگه، خوابگاه ایران مثلا یه اتاق بود 7 نفر آدم 6 نفر آدم داخلش بودن، من خودم 7 ساعت خوابگاهی بودم، 7 نفر توش بودن و کلا یه تخت و یه کمد داشتش و دیگه چیز دیگه ای نداشتش تقریبا خوابگاه. مثلا همین تو ایران مثلا خوابگاه خوابا رو به نسبت ارزونن و حالا قیمت خونه هم که ماشاءالله دیگه مثلا نمیشه همچین کارهایی کرد، خونه نمیشه کرایه کرد، ولی خب این خب این قیمت خوابگاه بود. حالا ببین با هم در مورد خونه هم صحبت بکنیم، ببینیم که اصلا قیمت خونه چطوریه، یه نگاهی در مورد خونه ها بندازیم. من حالا مثلا شما قیمت خوابگاه رو دیدید دیگه، رنج 1000 1200 900 اینا بودش.
اینجا مثلا حالا من این سایت زومپر رو بازم باز میکنم، تو ویدیو قبلی هم راجع بهش صحبت کرده بودم که با این تو این سایت مثلا یکی از سایت هایی هستش که میشه توش خونه پیدا کنید. من اینجا چی رو زدم؟ من اینجا زدم شهر مونترال به عنوان مثال و مثلا گذاشتم که آقا خونه‌ای که میخوام مثلا استودیو باشه، خونه بدون اتاق خواب. من تو اون ویدیوی خونه‌ام توضیح دادم کامل خونه بدون اتاق خواب دادم استودیو، و حالا مثلا رنج قیمتم گذاشتم تا $1000. میگم آقا من بیش از $1000 پول ندارم و نمیتونم بدم. همینجا میبینید که چقدر چیزش زیاده، چقدر مثلا اون فراوانی مثلا خونه زیر $1000 زیاده. همینجا تو این نقشه من میتونم یه سرچی بکنم، یه نگاه کلی بندازم. مثلا میبینید که اینجا مثلا یه دونه 595 هسته، یه دونه 825 پیدا میشه، و حالا مثلا یه خورده بیشترم زوم بکنم، مثلا خونه های ارزونتر هم بازم اینجا میشه پیدا کرد، مثلا 775. و خب میگم که ببینید رنج خونه ها خب خیلی، شما وقتی خونه بگیرید درست اینجا خونه های گرون هم هست تا 990، خب باید شما هرچی بیشتر پول بدید مثلا خونه مثلا $2000 هم میتونید کرایه بکنید، موجود هستش. ولی میخوام بگم که خونه گرفتن کلا خیلی به صرفه تر و ارزون تر در میاد نسبت به خوابگاه گرفتن. شما خونه اول از همه آپشن های خیلی زیادی هستش، شما میتونید یه خواب بگیرید، دو خواب بگیرید، مثلا استودیو بگیرید، بیسمنت بگیرید. میخواین صرفه جویی بکنید، خونه رو ارزون انتخاب بکنید و به تدریج مثلا وسیله بگیرید، یا مثلا اولش برید تو خونه با وسیله و بعدش برید تو خونه بدون وسیله. و ولی خب یه نکته وجود داره که خوابگاه ها خب گرونتر هستن. شما هر جانب رو نگاه بکنید، خوابگاه مثلا $1200 مثلا $1100، و اینجا میبینید که من وقتی که زیر $1000 زدم کلی آپشن به هم پیشنهاد شده، مثلا $700، $675 مثلا. حتی در نتیجه یه جنبندی کلی بکنم از این ویدیو، خوابگاه داریم ما توی کانادا، منتها هزینهشون بالاست و یه مقدار گرفتنش برای ما ایرانی‌ها یه مقدار سخته، توانایی پرداختش رو اکثرمون نداریم. من خودم به شخصه مثلا نمیتونم دیگه، قاعدتا نمیشه دیگه. مثلا شما فرض کنید $1200 میخواید بدید، احیانا مثلا 700-800 خودتون میخواید بزنید، $400 مثلا از ایران میخواید بگیرید، مثلا 8 میلیون 10 میلیون تومان میشه، و خب این نشدنیه تقریبا. در اینجا آپشن اصلی کاری که اکثر بچه‌ها تقریبا میگم 90-99% بچه‌ها میان اینجا انجام میدن اینه که توی کانادا خونه میگیرن، حالا یا مثلا با هم خونه، یا خونه تکی، یا مثلا یه خونه ارزون، و اینجوری میتونن هزینه ها رو مدیریت بکنن. پس آپشن خوابگاه تقریبا کنسله. خیلی ممنون که ویدیو امروز رو دیدید. من سعی کردم یه مقایسه بین خوابگاه و مثلا خونه انجام بدم. اگر سوالی بود توی کامنت ها بپرسید، خیلی خوشحال میشم که به سوالاتتون جواب بدم. خیلی ممنون، تو ویدیو بعدی میبینمتون. خدا نگهدار.